در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا، دیدار وزیر دفاع ایالات متحده با پادشاه عربستان سعودی در سلسله تلاش واشنگتن به خاطر گسترش مشارکت با کشورهای عربی در مبارزه با دهشت افغانی. حامد کرزی از تماس‌های روسیه با طالبان دفاع نمود. مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره تازه‌ترین انکشافات سیاسی افغانستان و تجدید تعهد ایالات متحده به حمایت از شرکای این کشور در قاره آسیا در برابر هر نوع تهدید ممکن. سلام، احمد سیرزیو هستم. با برنامه خبری امروز چهارشنبه 19 ماه اپریل سال 2017 میلادی خوش آمدید. برنامه امروز در صفحات فیسبوک صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. خبرها را با بررسی تازه‌ترین انکشافات در روند سیاست خارجی ایالات متحده آغاز میکنیم، اما در بخش‌های دیگر به شمول مصاحبه اختصاصی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، بحث مستقیم با یکی از نزدیکان احمد ضیا مسعود هم داریم و همچنان خبر از تازه‌ترین واکنش روسیه در مورد انکشافات سیاسی افغانستان را هم جا داده ایم که امید است تا پایان ما را همراه باشید. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا که به خاطر تدابیر سختگیرانه‌اش در سرحدات کشور و فراتر از آن مورد انتقاد قرار داشته، از روش کاری اداره‌اش دفاع کرده و گفته است که ایالات متحده یک کشور معروض به حملات است. جان کلی در حال این سخنان را بیان داشته که جنرال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده بر عربستان سعودی رفته و بر اهمیت روابط با ریاض صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از محمد فاد لامی. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه در ریاض با سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار داشت. جنرال ماتیس ضمن این دیدار گفت که کشور شاهی عربستان سعودی در پالیسی امنیتی آمریکا در منطقه به مثابه یک ستون اهمیت دارد. قرار بود که وزیر دفاع آمریکا با ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی و سایر مقامات آن کشور نیز ملاقات‌های داشته باشد. آمریکا در جنگ یمن برای عربستان سعودی کمک نظامی فراهم می‌کند، اما وقتی از جنرال ماتیس پرسیده شد که آیا این کمک‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر، او پاسخ داد که ایالات متحده در صدد حل دیپلماتیک معضله یمن از طریق وساطت ملل متحد می باشد. وزیر دفاع آمریکا در حال برای تقویت روابط با ممالک عرب سعی آغاز کرده که روش های امنیتی در سرحدات و معابر ورودی ایالات متحده انتقادهای شدیدی را برانگیخته است. جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده که از این انتقادها به سطوح آمده می گوید که چنین تدابیر سختگیرانه یگانه گزینه‌اش بوده است. اشتباه نکنید، ما در حقیقت یک ملت تحت حمله هستیم. ما از جانب کسانی زیر حمله ایم که از ما نفرت دارند، از آزادی های ما متنفرند، از قوانین ما، از ارزش های ما و از روش زندگی ما متنفرند. آقای کلی طی سخنرانی که در پوانتون جورج واشنگتن داشت گفت که تدابیر سختگیرانه‌اش تا حال نتیجه داده، زیرا با گفته او فیصدی دستگیری ها در سرحد جنوب غربی امسال در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 64% کاهش یافته است. اما مرزهای ایالات متحده از یک نقطه نظر دیگر هنوز هم قابل نگرانی اند و آن ورود جنگجویان خارجی است که به گروه های مثل داعش بیعت کردند. انتظار می رود که بسیاری از این جنگجویان مذهبی از جنگ در خارج جان سالم به در برده و به کشورهای خودشان برمیگردند و سپس در کشورهای مربوطه ایشان در اروپا، آسیا، مغرب، کاریبیان و ایالات متحده خرابکاری ها و کشتارها را به راه می اندازند. یکی از نگرانی های بزرگ مقامات امنیتی آمریکا اکنون به هم پیوستن گروه های دهشت افغان و سازمان های جنایی است. جان کلی وزیر امنیت داخلی می گوید بعضی از قاچاقبران مهارت و قابلیت زیاد پیدا کرده و گویا می توانند تقریبا هر چیزی را به داخل ایالات متحده قاچاق بیاورند. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ریکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در نامه به کانگرس ایالات متحده از آن کرد که ایران تا کنون به تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای عمل کرده است.
این اولین بار است که دارای جدید به رهبری دونالد ترامپ از پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای آن کشور خبر می‌دهد. شرح بیشتری موضوع را از همکار ما لینا روسبی می‌شنویم که از مقابل امارات کنگره با ما هستند. لینا جان سلام بر شما، خسته نباشید. آقای ترامپ یکی از بزرگترین منتقدین توافقنامه و یا هم توافقنامه هسته‌ای با ایران در زمان مبارزات انتخاباتیش بودند. آیا این نظر تازه وزارت خارجه آمریکا به معنای رفع تعزیرات بر ایران است یا خیر؟ این نظریه به معنای رفع تعزیرات نیست. هر 3 ماه یا 90 روز وزارت خارجه ایالات متحده وظیفه دارد از زمان انعقاد موافقتنامه هسته‌ای جان با ایران تا روی تعهد ایران به سمت موافقتنامه غور کنه و بعد یافته‌های خود را به کنگره ایالات متحده ارائه بده. و دیروز سه‌شنبه آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیز دقیقاً این کار را کرد و یافته‌های خود را در قبال اینکه آیا ایالات متحده متحد است یا ایران متحد است به تعهدات خود یا خیر به مجلس نمایندگان کانگرس ارائه داد که در او آمده که بله، ایران با تعهداتی که در توافقنامه هسته‌ای کرده پایبند است، ولی هنوز نگرانی های روی احتمال حمایت ایران از تروریسم وجود داره. این در حالی است که اداره آقای ترامپ یک هیئت را که تحت شورای امنیت ملی کشور بر اونها نظارت صورت میگیره تعیین کرده تا روی موضوع غور کنند که آیا تعلیق تحریمات و یا تعزیرات علیه ایران میتونه پیامدهای منفی را برای علایق امنیتی آمریکا داشته باشه یا خیر. ولی آقای ماتس وزیر دفاع ایالات متحده ماه گذشته باز هم ایران را یکی از کشورهای تمویل کننده تروریسم خواند. تشکر لینا جان. اگر کوتاه برای بیننده معلومات هم بتین دوباره یادآوری شود، مواردی که ایران طبق توافقنامه هسته‌ای با او پابند باید باشه کدام است؟ بله، طبق توافقنامه که طوری که گفتم هر 3 ماه روی تعهدات ایران روی از او غور صورت میگیره است که تعداد سنترفیوژ ها را باید ایران کاهش بده. موضوع دوم تقلیل غنی سازی یورانیوم به سطح پایین است که در گذشته مقدار از او 10000 کیلو بود و حال باید به 300 کیلو در طول 15 سال کاهش پیدا کنه. البته نوعیت غنی سازی هم تفاوت داره برای یورانیومی که در امور ملکی استفاده از او صورت میگیره تولید انرژی تا یورانیومی که برای سلاح ذروی از او استفاده صورت میگیره. و همچنین اجازه دادن از جانب ایران با مفتشین بین المللی است که وظیفه از اینا غور روی تعهدات ایران است تا مطمئن شوند که ایران از این تعهدات تخطی نمیکنه. البته از زمان انعقاد این توافقنامه هسته‌ای که در سال 2015 بود تا کنون ایران مکررن تاکید کرده که پایبند این تعهدات هست، ولی ایالات متحده یکی از منتقدین شدید و سریع ایران در زمینه موافقتنامه بوده. اما رئیس جمهور ایران باز هم تاکید کرده که چون این موافقتنامه ایران با 5 به اضافه 1 قدرت جهان است، انتقادهایی که ایالات متحده داره به تنهایی نمیتونه بنگر از این باشه که ایران از این موارد تخطی کرده. ولی طوری که گفتم دونالد ترامپ و اداره جدید ایالات متحده در اولین گزارش خود اذعان کردند که بله، در طول 3 ماه گذشته ایران با تعهدات خود متحد باقی مانده. خانم روزبی، مدیر مسئول بخش دری صدای آمریکا، تشکر از شما. بکر روز خوش. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر بر تعهد اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد دفاع از متحدین آسیاییش در برابر کره شمالی و تهدیدات دیگر تاکید کرد. آقای پنس هنگام سخنرانی در برابر سربازان ایالات متحده و ژاپن، کره شمالی را خطرناکترین تهدید برای صلح و امنیت در حوزه اقیانوس آرام خواند. سفر در روزه رسمی مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، تحت شعاع موضوع کره شمالی قرار داشت. پنس حین سخنرانی در کشتی تیاره بردار یو اس اس رونالد ریگان با سربازان ایالات متحده و ژاپن گفت تحت اداره دونالد ترامپ، ایالات متحده در دفاع از متحدینش در برابر دشمنانشان ایستاده خواهد شد. فقط در 2 هفته گذشته با اتخاذ تصامیم قاطع در افغانستان و سوریه، جهان شاهد قوت و قدرت رئیس جمهور جدید ما بود. دشمنان آزادی ما نباید قدرت و توانمندی رئیس جمهور و نیروهای مسلح ایالات متحده و متحدینش را به آزمون بکشانند. از جانب دیگر، اعزام نیروهای بحریه ایالات متحده به شهر داروین در شمال استرالیا از تداوم تعهد رئیس جمهور ترامپ به سمت امنیت و پلیسی رئیس جمهور ترامپ که به نام خط محور امنیت آسیا نامیده می شود نمایندگی می کند. حدود 1250 تن از نیروهای بحریه آمریکا به روز سه‌شنبه توسط طیاره به شهر داروین برای شرکت در مانور نظامی رسیدند. این مانور بخش
از یک برنامه 25 ساله می باشد که توسط رئیس جمهور اوباما در پالیسی به نام خط محور در آسیا شامل است. The deployment of a Marine Air Ground Task Force to Australia certainly continues to فکر میکنم اعزام نیروهای بحری به استرالیا بیانگر تعهد دوامدار ایالات متحده به منطقه است و باور دارم که به همین دلیل ما شاهد انکشاف و توسعه این نوع همکاری ها خواهیم بود. استرالیا متحد قوی ایالات متحده است که عساکرش را برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و عراق فرستاده و همچنان همراه با ایالات متحده علیه ویتنام و کوریا جنگیده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و در بریتانیا اعضای پارلمان آن کشور امروز در مورد پیشنهاد صدر اعظمشان مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در آن کشور رای گیری میکنند. پیش بینی شده که پیشنهاد ترزا می صدر اعظم آن کشور برای برگزاری انتخابات در 8 ماه جون با تفاوت چشمگیر رای مثبت اعضای پارلمان را کسب کند. حزب کارگر که بزرگترین حزب سیاسی در بریتانیا است همراه با حزب لیبرال دموکرات از برگزاری انتخابات زودهنگام پشتیبانی کردند، اما حزب ملی اسکاتلند با مخالفت گفته است که اعضایش از سهم گرفتن در این رأی‌گیری پارلمان خودداری خواهند کرد. صدر اعظم بریتانیا در یک اقدام غیر منتظر تصمیم کابینه‌اش برای برگزاری انتخابات زودهنگام را دیروز اعلان کرد. او امروز نیز گفت که درخواستش به خاطر متفق ساختن همه احزاب در زمان حساس یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. سفیر روسیه در کابل میگوید که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای برگشت صلح و رسیدن به آشتی ملی در افغانستان باید از ابزار سیاسی نیز استفاده شود. الکساندر مانتسکی، سفیر روسیه در افغانستان که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت که کشورش از گروه طالبان خواست تا برای رسیدن به آشتی ملی باید گفتگوهای مستقیم را با دولت افغانستان آغاز کنند. آقای مانتسکی افزود علی رغم اینکه ایالات متحده به گفته او بنابر دلایل مبهم در نشست مسکو اشتراک نکرد، اما سایر اشتراک کنندگان نشست توافق کردند که مشورت ها درباره رفع بحران افغانستان باید ادامه یابد. شرکت کنندگان نشست مسکو در جریان مبادله نظریاتشان درباره وضعیت و دورنمای انکشاف اوضاع سیاسی نظامی در افغانستان، از افزایش فعالیت‌های تروریستی که به تشدید خونریزی منجر شده است، ابراز نگرانی کردند و در این نشست تاکید شد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای رسیدن به یک توافق بین الافغانی که یگانه راه حل بحران افغانستان است، باید از ابزارهای سیاسی نیز استفاده شود. سفیر روسیه همچنان گفت که کشورش برای مبارزه با داعش با ایالات متحده آمریکا در افغانستان و سوریه همکاری میکند. او این ادعا را که گویا روسیه با طالبان همکاری داشته رد کرد. اما حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از اقدام روسیه به خاطر برقراری تماس ممکن با طالبان دفاع میکند. آقای کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که طالبان به یک حقیقت در افغانستان مبدل شده و به شمول آمریکا کشورهای دیگر نیز با طالبان تماس داشتند. آماده است که 50% خاک افغانستان در دست طالبان است. مجلسونه کی؟ د طالبان سره امریکا هم مجلس کی؟ د طالبان سره انګلیز هر ورځ ناست. د طالبان سره ناروی هر ورځ مجلس کی؟ د طالبان سره جرمنی مجلس کی؟ د طالبان سره هر هیواد مجلس کی؟ طالبان سره روس مخلول چې مجلس وکي. طالبان افغانستان کوم سیولوی حقیقت نیمه خاور د دې په خپل امریکایانو کې چې نیمه خاور طالب پلاس کړي. کله چې نیمه خاور د دې هیواد د قوت پلاس کړي نو هیوادونه مجبور چې خبر وسلو. آقای کرزایی که در همین هفته حکومت وحدت ملی را به خاطر سکوت یا هم عدم انجام اعتراض در برابر استفاده بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در ولسوالی اچین ننگرهار به خیانت ملی متهم کرد، در مصاحبه خود با رحیم گلسارمان از صدای آمریکا همچنان گفت که اقدام رئیس جمهور غنی به خاطر برکناری احمد ضیاء مسعود از سمت نماینده فوق‌العاده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب انتقاد کرد. نو یو پلاداس کې چې د زورو کس په مخ کې په لوی محفل کې یو چاته د مقریه د تحلیف پر رقم ورکه چې دا دی مقرر سو یو یو مردمی مشروعیت ورکه په مقریه تحلیف ورکه او بیا د سخنگوی په زوره اعلان کې دا بر طرف ستخ ته نه می سامل دي. دوستان، بخش مکمل مصاحبه اختصاصی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در مورد موضوعات کلیدی و حیاتی با شمول چگونگی آینده سیاسیش و یا هم
تعاملات سیاسیش در کشور و یا هم با حکومت افغانستان، برگشت گلبدین حکمتیار و مصالحه با طالبان را در برنامه پشتو امروز ما نیست فراموش نکنید. سفیر روسیه در کابل میگوید که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. دوستا، نظر شما در این مورد چی است؟ نظریات خود را زیر لینک نشر مستقیم همین برنامه در صفحات فیسبوک صدای آمریکا بنویسید. ما تلاش خواهیم کردید تا پاسخ شما را با ذکر نامتان در همین برنامه نشر بکنیم. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت، 7 تن دیگر از کماندانان ارشد این گروه کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت نیروهای کماندویی افغان شب گذشته در ساحه دندقوری این ولایت عملیات هوایی و زمینی را اجرا کرده بودند که در نتیجه آن این تعداد از سران طالبان کشته شدند. از سوی دیگر احمد جاوید سلیم سخنگوی لوای کماندوی وزارت دفاع ملی هم به رادیو آزادی گفته که 15 جسد از طالبان را در ساحه عملیات دریافت کردند که مولوی هلال والی نامنهاد طالبان در بغلان نیز در میان این اجساد شامل است. دوستا، در میان بیش از 10 قمندان ارشد داعش که در نتیجه پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در ننگرهار کشته شدند، 2 تاجیکستانی و 2 تبعی هند نیز شامل هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 قمندان ارشد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در حمله مادر همه بمها بر شبکه‌ای از تونل‌ها و مغاره‌های جنگجویان داعش در اچین خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در میان 13 کشته شده، 4 تن دیگر از افغانستان و متبقی آن قماندانان پاکستانی است. با گفته مقامات افغان، این 13 تن قماندانان البته دست اول و یا هم رهبری دست اول داعش را در افغانستان داشت به دست داشتند. نام قماندانان کشته شده تا کنون به گونه رسمی از سوی مقامات افغان اعلان نشده است. دوستان، از انکشافات سیاسی افغانستان در تازه ترین ها آگاه هستین. احمد ضیاء مسعود دیروز ضمن تقبیه تصمیم رئیس جمهور غنی مبنی بر کنارگیریش و یا هم برکناریش از مقامش دیروز هشدار داد که آینده تصمیم رئیس جمهور غنی کشور را ممکن به جنگ داخلی سوق بده. عواقب این تصمیم چی بوده و آقای مسعود خواستار چه نتیجه ای است؟ برای بررسی موضوع فرصت یافتیم تا با آثار حکیمی، مشاور مطبوعاتی آقای احمد ضیاء مسعود که همکنون از طریق اسکایپ با ما به تماس هستند صحبت بکنیم. حکیمی صاحب سلام بر شما، خسته و مانده نباشین. هشدار آقای مسعود دیروز جدی به نظر می رسید. آیا در 24 ساعت گذشته ریاست جمهوری و یا هم رئیس جمهور غنی با آقای مسعود در تماس شده؟ واکنش ها از ارگ در تازه ترین زمان چی بود؟ بنام خدا، خوب اتفاقاً دیروز در کنفرانس خبری که آقای مسعود داشت در پیوند به فرمان خلاف تفاهم و غیرقانونی آقای غنی در پیوند به ارگش، این مثلا بیان کردن که حکومت وحدت ملی یک حکومت توافقی هست و این بسند یک انتخابات شفاف و یک حکومتی که در چارچوب قانون اساسی افغانستان متناسب با پیشبینی‌های قانون اساسی نیست. بنابراین هیچ گروهی نمیتونه گروه دیگر انتخاباتی متشکل حکومت عزل یا حذف بکنه و حذف و عزل این گروه به معنی کودتا به معنای یک تازی هست که قابل قبول نیست. به اون دلیل با توجه به وضعیتی که وجود در افغانستان و تنش‌هایی که وجود دارد و رضایتی‌هایی که از ناکارگی و عملکردهای یکجانبه و قومی‌اندیشی حکومت پیش آمده، احتمال دارد که نابسامانی و بی‌ثباتی پیش بیاید و به اون دلیل تأکید کردند و هشدار دادند که باید فرمان واپس گرفته شود. تا معنای این نبود که ناپس دوباره در چارچوب دولت افغانستان میرود، اما تا معنای بود که کلید قانون شکنی و پیمان شکنی گرفته شد. حالا رایزنی ها و آقای حکیمی با معذرت، من میخوام میره پرسان بکنم از شما، آیا آقای مسعود معتقد هستند که افغانستان رئیس جمهور داره و آیا رئیس جمهور غنی را به حیث رئیس جمهور افغانستان به رسمیت میشناسن یا خیر؟ خب شما ببینید، حکومت وحدت ملی در با یک مصلحت و یک فادرمیانی جامعه جهانی به وجود آمده بود. آنچه که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده که سوال بسیار ساده است آقای حکیمی با معذرت، با در نظر داشته تمام مصلحت ها، آیا آقای مسعود آقای غنی را به حیث رئیس جمهور افغانستان به رسمیت میشناسن یا خیر؟
خب شما ببینید وقتی که یک توافق به وجود آمد در یک جایگاه آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تعیین شد، آقای احمدی مسعود به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور تعیین شد، امیر اکرم آقای عبدالله به عنوان رئیس اجرایه. این در یک پکیج است، هر کدام از این پکیج اما مسئولیت دنبند الزام متشکل تفاهم چالش میکشه. وقتی آقای مسعود دقیقا نمی مثلا است که ما در یک تفاهم در تفاهمنامه با معذرت، چون شما خیلی تأکیدتان روی غیر مشروع بودن حکومت هست، اگر به یاد داشته باشین پس از ایجاد حکومت وحدت ملی آقای عبدالله به حیث رئیس اجرایه تعیین شدن و آقای اشرف غنی هم به حیث رئیس جمهور افغانستان. سپس آقای اشرف غنی سمت را خلق کرد به نام نماینده فوق‌العاده در امور اصلاحات و حکومتداری بهتر و آقای ضیاء مسعود به او سمت گماشتند. حالا سوال همینجا پیدا میشه که اگر رئیس جمهور بنابر قانون حق و یا هم صلاحیت ریاست جمهوری را داره، یک شخص به یک سمت تعیین میکنه، برای برطرفیش آیا باید تمام اشخاص، تمام مقاماتی که در حکومت افغانستان اگر از مقام خود برطرف میشن باید در مقابل رئیس جمهور قد علم بکنن، یا چیز متفاوت تر دیگه برای آقای ضیاء مسعود باید اختصاص داده شد؟ ببینید شما، خب به اتفاقا جایگاه آقای مسعود به عنوان یک وزیر یا یک مقام دولتی در یک مسئولیت نبود. آقای مسعود در یک تفاهم نامه در تیم تحول و تداوم قرار گرفت و در نهایت حکومت وحدت ملی که ایجاد شد، پوسته های ایجاد شده که در قانون اساسی پیشبینی نشده، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، پوست ریاست اجرایه، اینا بر اساس یک تفاهم با وجود آمده و هر کدام از این پوسته ها مشمول حضور آقای غنی و نماینده رئیس جمهور اینا در یک تکلیف بحث می شود. انفرادی صحبت کردن، انفرادی تصمیم گرفتن، خودش این مشروعیت نظام که آقای غنی آقای حکیمی آقای حکیمی اگر یک کمک وضاحت بتین، از یک طرف از وقت شما پکیج میگین یعنی یک بسته، تازه ترین خبر شنیدیم که آقای امرالله صالح بایسی وزیر دولت در افغانستان و یا هم در کابینه افغانستان در امور اصلاحات امنیتی و یا هم تقرری های مقامات ارشد امنیتی وظیفه گرفتن. آیا این ربط به برکناری آقای ضیاء مسعود نداره؟ یک، آقای عبدالله امروز اعلان کردند که از برکناری آقای ضیاء مسعود آگاهی نداشتن. مسئله دوم، تصمیم بعدی چیست؟ امروز گفته میشه که آقای نور به شمال رفته، آیا قرار است آقای عبدالله هم در کنار آقای مسعود بیسته یا هنوز هم آقای عبدالله جزء از حکومت خود میخوانه؟ خب اتفاقا بحث تقرری ها و تبدیلی که در پستا با عنوان وزیر اینا و بحث بود به ما نمیشه و بحث آقای مسعود در سطح کلان چند زور اساسی دولت وحدت ملی هست که در سطح معاونین رئیس جمهور برای آقای مسعود صلاحیت ها و فرمان در نظر گرفته بود. بحث آقای عبدالله در دیداری که با آقای مسعود داشتن از وضعیت ناراض بودن و اونا گفتن که من به عنوان 50% حضور در دولت وحدت ملی در جریان نیستم. اما آنچه که مسلم است این است که آقای غنی با تصمیم های یک جانبه که گرفته از آغاز تا امروز جلب اصلاحات، جلب مبارزه با فساد، جلب اصلاحات در ساختار سیاسی، در ساختار انتخاباتی و همینطور توزیع شناسنامه های الکترونیک، بحثای کلانی بود که تفاهم نامه ایجاد دولت وحدت ملی بر اساس مو ایجاد شد باید این فرایند ما نگذاشتاندیم. و بحث بعدی رایزنی ها وجود داره و در یک رایزنی های کلان اینشالا تصمیم بعدی برای عبور از بحران گرفته میشه. خب اتفاقا فردا جلسه کلانی از طبان جمعیت رهبران سیاسی افغانستان، نماینده های مجلس و جامعه مدنی و حضور زنان و مردان افغانستان این بحث دارم که ما در یک وضعیت ناسامان و بحرانی به سر میبریم، از یک طرف ناامنی ها و تروریزم و از یک طرف بی‌ثباتی و تکروی در حکومت و انحصار. تشکر آقای، پیام شما را گرفتیم. بقیه روز شما خوش. تشکر از وقتتان. سلامت اقلیت مسلمان روهینگیا پس از آن که از میانمار یا برما مجبور به ترک منازلشان می شوند در یک شرایط نامناسب به سر می برند. اما آنهده از این اقلیت مسلمان که به تازگی
به بنگلادش رسیدند با تهدید دازه روبرو هستند که آن ناپدید شدن کودکان آنان است. نگرانی ها در مورد سرنوشت این کودکان در یک شهرک این کشور در حال رو به افزایش است که این شهرک به داشتن شبکه‌های قاچاق انسان معروف است. جان اونس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیلش را همکار ما رویا زمانی تقدیم می‌کند. شوهر رشیده سال گذشته در مسیر راه به سوی بنگلادش کشته شد و پس از مواصلت به بنگلادش محمد پسر 10 ساله او ناپدید شد. دخترم همیشه گریه می کند و می گوید که هیچ گاهی او برادر خود را در آینده نخواهد دید. رشیده یکی از تقریبا 70,000 روهینگیایی می باشد که از ماه اکتبر به این سو به بنگلادش پناهجو شده است. این اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار از مدت‌های طولانی به این سو با سرکوبی‌های ظالمانه نیروهای آن کشور روبرو می باشد. و این در حالی است که در میان این بجا شدگان کودکان دیگری نیز ناپدید می باشند. اداره اقدام علیه گرسنگی یکی از ادارات است که در مورد اختطاف مشکوک 16 تن از ماه جنوری به این سو هشدار داده است. به دلیل آزار وضعیت دوامدار از سوی حکومت برما در حال حاضر تقریبا 300 تا 500 هزار روهینگیایی در بنگلادش زندگی می کنند و بسیاری از آنان در کمپ قادپالانگ در سرحد با میانمار زیست دارند. اما اداره اقدام علیه گرسنگی که یک اداره غیر انتفاعی است و مرکزی برای حراست از کودکان دارد در مورد تازه وارد شدگان روهینگیایی به طور خاص نگران است. آنها هیچ پشتیبانی ندارند. از این رو برای زنده ماندن باید کار کنند. بنابراین از کودکانشان جدا می شوند و به امید این که کودکانشان مسئول باشند تلاش می کنند تا چیزی را برای زندگی کسب کنند. این گونه جدایی ها خطر را افزایش می دهد. بنابراین تا کنون در مورد شمار واقعی و ماهیت این مشکل اندک اطلاعات در دست است، زیرا بسیاری از روهینگیاها از ترس نداشتن تابعیت به مقامات رجوع نمی کنند. اما با وسعت شبکه های قاچاق انسان در منطقه نگرانی در میان والدین و معلمان نیز گسترش یافته است. ما حتی در مورد کشیدن گرده های شمار از این کودکان شنیده ایم. تلاش ها برای بلند بردن سطح آگاهی مردم روی این مسئله در حالت گسترش است. اما برای رشیده فقط چیزی که باقی است جستجو، امید و خاطره پسر 10 ساله است. امید دارم که اگر خداوند بخواهد پسرم را دوباره پیدا کنم. و این در حالی است که در این کمپ سایرین نیز عین دعا را برای کودکان ناپدید شده خود می کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در بخش به اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد تأکید روسیه برای راه حل معضله افغانستان و حمایت حامد کرزی از تلاش روسیه برای روند صلح افغانستان نظریات خود را با ما در فیسبوک شریک بسازید. همکار ما ژیلان ناصری نظریات شما دوستا را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما هستند. ژیلان جان، در این مورد مشخص دوستا چی گفته هایی داشتن؟ با سلام خدمت شما سیاه جان و بیننده عزیز، به خصوص دوستایی که همکنون برنامه به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. در ارتباط با گزارش خبری امروز از دوستای صفحه فیسبوک ما نظرات مختلف دریافت کردیم، از جمله دوستای با بتر مشخص در مورد موضوعی که شما پرسیدید نظرات مختلف را داشتن. از جمله احسان حسنی نوشته کرده که روسیه مانند سایر کشورها دنبال منفعت خود در افغانستان است و برای آمدن صلح در افغانستان مفید نخواهد بود. بیننده دیگه با برنامه فردین امید نوشته کرده که تا خود مردم افغان نیتشان را برای آمدن صلح تغییر ندهند، هرگز در جامعه تغییر نخواهد آمد. با سپاس از نظر سر دوستا که در صفحه فیسبوک با ما شریک ساختین، با امید از اینکه فردا باز هم بیننده نشر برنامه زنده ما در فیسبوک باشید. سیاه جان تشکر از شما ژیلا جان و تشکر از دوستا. با برنامه را با خبر جالب قرار است خاتمه بدیم. باستانشناسان در مصر در یک اکتشاف بزرگ از یک مقبره‌ای که حدود 3500 سال عمر دارد تندیس‌ها، تابوت‌ها و اجساد مومیایی را به دست آوردند. این مقبره در کرانه غربی دریای نیل در قبرستان زراوابولنجا در شهر تبس در فاصله نچندان دور از منطقه مشهور به دره شاهان دریافت شده است. گمان می‌رود که این گور در دهه 1000 قبل از میلاد مسیح برای یک قاضی زمان اعمار شده است. گروه باستانشناسان این انکشاف را بزرگ توصیف کرده و از امکان کشف دیگر اجساد مومیایی شده مربوط به خانواده سلطنتی زمان یاد شده خبر می‌دهند. بخش دری ما در همینجا به پایان می‌رسد، اما در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه‌ترین‌ها با شما خواهد بود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند.
په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از